به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. طالبان در پنجشیر یک نظامی پیشین و یک دکاندار را بازداشت کردند. منابع در بلسواری در ولایت پنجشیر میگویند طالبان تا روز اخیر یک نظامی پیشین و یک دکاندار را به دلیل ناروشن بازداشت کردند. یکی از این دو نفر اسلام الدین نام دارد و از حکومت پیشین عضو ارتش بوده است. سازمان بین الملل مهاجرت بیش از 174400 نفر خدمات سلامت روان ارائه کردیم. دفتر سازمان ملل بیان میکند که مهاجرت در افغانستان اعلام کرده است که از ماه جنوری تا ماه سال 2023 میلادی به 174477 نفر خدمات سلامت روان ارائه کرده است. این نهاد امروز در صفحه تویتر خود نوشته است که این افراد خدماتی در زمینه سلامت روابط، حمایت روانی، اجتماعی و فعالیت آموزشی روانی دریافت کرده است. یک شرکت خصوصی داروسازی در شهر قندهار افتتاح شد. یک شرکت بزرگ داروسازی موسوم به سینوفارما با ارزش 50 میلیون دلار در شهر قندهار در جنوب کشور افتتاح شد. مراسم افتتاح این شرکت داروسازی عصر روز گذشته در شهر قندهار با حضور از مقامهای طالبان برگزار شده است. و در پایان یک خبر فوری: 45 شهروند کشور از زندان‌های پاکستان آزاد شد. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که 25 شهروند دیگر کشور نیز از زندان‌های پاکستان آزاد شده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، اعلام کرد که این افراد دیروز از زندان‌های ایالت سند پاکستان آزاد شده و با مصارف دولتی به افغانستان منتقل شدند. در ویدیوهایی که معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در صفحه تویتر خود نوشته است که عبدالجبار تخاری، مسئول قنصلگری طالبان در شهر کراچی پاکستان، میگوید که افراد بازداشت شده شامل کودک و 7 زن هستند. بیش از این شماری از شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور بازگشتند. بر اساس آمارهایی که طالبان ارائه کرد، تاکنون بیش از 2422 نفر از شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.